این تصویر با همینطور که شما میبینید خیلی آبی هستش. احتمالا دوربین وایت بالانس درستی نشده و رنگ دماش کلوینش درست تنظیم نشده بوده موقع فیلم برداری. و همونطور که شما میبینید تو کل کلیپ هم باز به همین شکله. توی کل تصویر ما این مشکل رو به صورت یه نواخت داریم. برای درست کردنش من کامنت 6 رو میزنم، یه فیلتر کالر کورکشن اضافه میکنم. از این طرفم اسکوپم رو با کامنت 7 باز میکنم. حالا من توی وکتورسکوپم اگر بیام، اینجا دقیقا شما میبینید که یه مشکلی وجود داره و تمام رنگ ها پرکندگیشون بین سایان و بلو هست. از اونجا که این مشکلی یه نواخت هست، من میتونم با گلوبال اونو حلش بکنم. اما یه چیز دیگه هم شما اینجا دارید به اسم RGB پرید. توی RGB پرید دقیقا اینجا مشخص میشه که آبی های شما خیلی زیاده و تصویر کاملا از تعادل خارجه. این به این معنا نیستش که همیشه همه اینا باید میزون باشن و یه شکل باشن، ولی الان مشخصه که تصویر شما نوع این پراکندگی نقطه ها توی RGB یه شکله، ولی اینا بالا پایین هستن. مثلا ما اصلا توی سیاهی آبی نداریم، توی سیاهی ها قرمز زیاد داریم، ولی اصلا تو هایلایت ها قرمز نداریم، برعکسش آبی خیلی زیاد داریم. خب برای حل کردن این مشکل من میتونم بیام توی وکتورسکوپ، دقیقا رنگی که الان اینجا هست بین بلو و سایانه، اینجا ما سایان داریم، بلو داریم و دقیقا همون پراکندگی که شما میبینید بین این دوتا هست. من گلوبال رو انتخاب میکنم، من بین بلو و سایان، و حالا همونطور که شما میبینید اگه اضافه کنم الان بدتر هم میشه، ولی برعکس من از این خط میام پایینتر و میگم میخوام کم بکنیم این رو، و حالا این مشکل تقریبا به همین سادگی با یک کلیک و درگ حل میشه. اگر شما خواستید یه مقدار دقیق‌تر این کارو بکنید، چون موستون ممکنه بگید خب حالا نمیتونم خیلی دقیق این کارو انجام بدم، این عددا رو میتونید از اینجا کم بکنید که ظرافت بیشتری داره و دقت بیشتری داره. من ممکنه مثلا بخوام یه سر هل بدم به این سمت. الان تصویر من طبیعتا خیلی تعادل بهتری داره و من اگه نگاه بکنم خیلی بهتر میشه به نسبت قبل. در این حال شما اگه بیاین توی Waveform RGB Parade میبینید که الان تصویر بهتر شد. حالا یه مشکل دیگه وجود اومد که الان تو هایلایت ها آبی کمه، تو شادو ها حالا زیاد شد، تو قرمز و سبز ما کم داریمش. خب من میام دوباره اینجا، حالا مشکل رو من میخوام دیگه اینجا دونه ای حل بکنم، میام هایلایت انتخاب میکنم. همونطور که شما میبینید هایلایت توی آبی ها کمتر از این دوتاست، هایلایت رو انتخاب میکنم، میام توی بلو یه کمی یه نموره بیشترش میکنم و شادو رو انتخاب میکنم. البته الان بد نیست، ولی حالا بازم شاید بدک نباشه که بیام اینجا یه کمی سبزش زیاد میشه، یه چیزی تو این ماله ها شاید کافی باشه براش. در این حال یه چیزی رو در نظر بگیرید که تو اصلاح رنگ همه چی خیلی کوچولو و خیلی تو ابعاد ریزه، مثلا شما دلیل نداری یه اینو بیارید بکشید تا اینجا. این اتفاقی که خیلی کم میفته یا تقریبا نمیفته هیچ وقت. خب تصویر ما الان اینجا تقریبا به تعادل رسید. من اگه بخوام بیام سچوریشنش هم بیشتر بکنم و یا کنتراستش هم بیشتر بکنم که بهتر دیده بشه این تغییرات، تیره بیاشو یه ذره تیره تر بکنم، هایلایتاش رو یکم روشن تر، طبیعتا تصویر مشخصه که بهتر میشه و تصویر خب الان خیلی بهتری من اینجا دارم به نسبت چیزی که قبلش بود. من البته میتونم مثلا این دوتا رو ریسیت کنم که ما فقط تغییر رنگ رو ببینیم، دیگه کنتراست و غلظت رنگ رو نبینیم. خب مسلما خیلی 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 بهتر هست. حالا یه کلکی هم اینجا هستش که به خاطر اینه که فقط این تصویر با دوربین رد و را فیلم برداری شده این کلک جواب میده، من اصلا این اصلاح رنگ رو پاک میکنم فقط برای چک کردن، فقط برای اینکه ببینیم
چقدر کاری که کردیم الان درست بوده، ولی این فقط برای این تصویر خاصه ها، یعنی اصلا شما تصور بکنید که جدای از این مبحث این درسه، اصلا فقط محض خنده و فقط محض تست کردنه. من اصلا اینو پاک میکنم، تصویرمو انتخاب میکنم، میام توی اینفو، مودیفای رد را، سیتینگز. اینجا اوریجینال کامرا سیتینگ ما این چیزایی که اینجا هست، ولی خب مزیتی که رادار اینه که شما میتونید اصلا تنظیمات دوربین رو بعدا عوض کنید. کلوین روی 3012 است که کاملا مشخصه غلطه، برای همچین نوری باید روی 5600 روی نور روز میبوده. و شما میبینید به محض اینکه من اینو میزنم، تصویری که ما الان اینجا داریم خیلی شبیه به اون تصویریه که ما با اصلاح رنگ خودمون درست کردیم. به خاطر همین میشه تقریبا گفتش که کاری که ما انجام دادیم درست بود و تغییراتی که توی تصویر وجود آوردیم تغییرات مناسب و صحیحی بود.